اونایی که به سلامتی مربوط میشه. این واکسن سوم رو من زدم. من نگران بودم که چون شنیده بودم که این واکسن سوم آدم رو میندازه، ولی من زدم، دیروز زدم و الان هم در خدمت. یه احساس سرماخوردگی خیلی خیلی خفیف میکنم. یه ذره سخت بود در رخت خواب صبح بلند شدن، ولی بلند شدم. اما مثلا همسر من حسابی افتاده، دیروز تا دیشب میگفت من خیلی خوبم، هیچ اتفاقی نیفتاد، اصلا درد نداشت، هیچ احساس نکردم. یواش یواش به اونجا رسید که تایلنول دارید، تایلنول ادویل دارید، ادویل میخواهم، که دیگه بعد از ظهر شب در نیما وسط شب دیگه افتاد. خب این توصیه میکنه رو بعضی اثر داره رو بعضی ها نداره. مثلا اثر بد رو من نداشته، ما هم زدیم، ولی که من اوکی هستم، درست هستم، ولی که مادر بچه افتاده. بنابراین من توصیه میکنم که اگر میخواد واکسن بوستر و واکسن سومه بزنید، یه جوری بزنید که اگر یکی دو روز افتادید اشکالی نداشته باشه. یعنی میخواد مسافرت برید نزنید، نمیدونم مهمونی مهمی هست نزنید تا اینا تموم بشه، یا کار مهمی دارید واسه انجام بدید انجامش بدید، که احیانا یکی دو روز افتادید کاراتون عقب نیفته. میگن که واکسن فایزر رو این اومیکرون، یعنی این کرونای کووید 19 جدید که خیزش کرده، اثر داره، ولی چند زیاد هم این حرفا نمیشه حساب کرد، چون خود فایزر داره یه واکسن جدید برای این خیزش جدید کووید 19 داره میسازه. دیروز که من داشتم واکسن میزدم، یه خانمی که واکسن زد گفتم خب خدا رو شکر ما دیگه با کرونا نمیمیریم، خندید، گفت نه 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 مواظب باش، ممکنه که، یعنی بس مواظب باشید، باید که من واکسن سومم زدم، ولی که زیاد هیچ چیزی ایمن هنوز نیست. یه چیز دیگه هم باید بگم، بد نیست که یه گزارش دیگه، بد نیست این گزارش اینه که من وقتی که قرار داشتم ساعت مثلا 2:30 من در اون محل واکسن حضور داشته باشم که واکسن رو بزنم، من تقریبا 45 دقیقه اونجا معطل شدم. چنین چیزی معمولا سابقه نداره، وقتی اپوینتمنت میگیری قرار میذاری یه سر ساعت میبرنده، حالا 5 دقیقه 10 دقیقه بالا پایینه، ولی 45 دقیقه من نشستم. خانمی که اومد واکسن زد، این داروخانه که من میرم همیشه شلوغه، رفتم بهش وقتی اومد واکسن بزنه گفتم ببین من 45 دقیقه اینجا نشستم و این وضعتون درست نیست. خب من خانواده رو میشناسم، چون چند سال میدم تو این داروخانه و میام و اینا، گفتم من ممکنه داروخانه‌مو عوض بکنم، چون شما آدم کم دارید، همیشه هم 20 آدم تو صف واسه، اینجا هم که الان 45 دقیقه من نشستم. گفتش که، گفتم چرا آدم استخدام نمی‌کنید؟ گفت ببین اگه شما کسی رو میشناسید که کمترین اطلاعات رو مثلا درس کوچیکی در مورد داروسازی خونده باشه، مثلا 2 ساله 1 ساله، یا کارت کرده باشه داروخانه تجربه داشته باشه، بفرستشون بیاد اینجا، من بلافاصله بهش کار میدم، مصاحبه باش نمی کنیم، امتحان هم ازش نمی گیریم، اگر زنگ زد همونجا بهش میگن که فردا بیا سر کار، اگه میتونم امشب بیاد سر کار. گفت نیروی انسانی نیست، کسی نیست که حاضر باشه بیاد مثلا تو داروخانه کار کنه، همه میخوان تو خونه کار کنن. و بعد آماره که نگاه کردم دیدم نزدیک به 13 میلیون شغل در آمریکا هست که براش آدم پیدا نمیشه سر کار واسه، 13 میلیون. و این خانم دکتر یه روز به همه گفتیش مردم دوست دارن بیشتر تو خونه کار کنن، یه حاضر نیستن بیان سر کار و ارباب باشون بالا سرشون، مدیر باشه رئیس باشه، دوست ندارن، دوست دارن سر تو خونه کار. اینی که ما نیروی انسانی نداریم تو این داروخانه بذاریم، یا اینجا که دارن واکسن میزنن بذاریم، همینی که از کارش هم نمیتونیم بکنیم.
واقعا وقتی اینه من میبینم که نزدیک به 13 میلیون شغل در آمریکا هست که کسی براش پیدا نیست که سر کار بذارندش، عجیب غریبه برام. بعضی وقت میگن آقا حالا مثلا در کالیفرنیا که هیچی، در این منطقه سیلیکون ولی، که سیلیکون ولی منطقه کامپیوتر آمریکاست، همینجوری که من زندگی میکنم مرکز در واقع میشه کامپیوتر دنیاست، اینجا که دیگه اصلا قربونش برم، اصلا واقعا از کارگر بستنی فروش گیر نمیاد تا نمیدونم کمک کنی چارت درخت بکارن یا نه باغبونی باید بکنن، آدم پیدا نمیشه. از 37 دلار شروع میشه مینیموم ویج، حداقل دستمزد اینجا آمازون ساعتی 37 دلار پول میده، باز آدم پیدا نمیشه. اخبار الان مشکل این منطقه نبودن نیروی انسانیه، کما که بهتون گفتم چندین رستوران ایرانی تعطیل شد، حالا همه ملیت ها تعطیل شدن و چند تاشم ایرانی تو همین منطقه بود، چون نه آشپز گیر میارن نه ویتر گیر میارن نه ویتر اسکیز. خب اینا وضع اوضاع احوالی که در آمریکا داره فریاد میزنه. اما در خارج از آمریکا، مسئله آمریکا الان ایران هست و اوکراین. مذاکرات در وین داره برگزار میشه و آمریکا به طور مستقیم در این مذاکرات نیست، اما خب هر چی داره میگذره بقیه به اطلاع آمریکا میرسونه. امروز خبرگزار رویتر اطلاع داد، همین یه ساعت دو ساعت پیش، که از قول یک منبع دیپلماتیک اروپایی که نخواست اسمش فاش بشه، گفتش که ایران از پیشنهاد قبلیش دست برداشته و اومده قبول کرده توافقهایی که در ماه ژوئن گذشته، یعنی زمانی که چی روحانی بوده و همونجا قطع شد، تا اونجا یک تصمیماتی گرفته شده قبول کنه و این نرمش زیاده. البته اون آقای علی باقری کنی سرپرست هیئت نمایندگی ایران گفته نه، چیزی تغییر نکرده، ما همون موازنه که داشتیم داریم و همون طرح دو مرحله در مورد تحریم ها و مسائل هسته‌ای سر جاش باقی مونده، که میگن اگه این اینجوری باشه این مذاکرات با شکست روبرو بشه، یعنی آمریکا با تمام تحریم ها رو برداره، بعد یه مدتی جمهوری اسلامی هست ببینه که آمریکا تعهداتش انجام میده، بعد مرحله به مرحله ایران فعالیت هسته‌ایش بیاره پایین، برسه به اونجایی که در شروع برجام بوده یا زمانی که ترامپ از برجام رفت. از طرف دیگه آقای رابرت مالی سرپرست یا مدیر برنامه های تحریم های ایران که قرار همین پسفاده بره وین، میگه که اگر ایران نپذیره و مذاکرات با شکست روبرو بشه، تحریم های بسیار بسیار سخت و فشرده علیه ایران گذاشته میشه و الانم محققین و متخصصین مشغول پیدا کردن سوراخ‌هایی هستن که باعث تحریم‌های جدید روش گذاشته بشه، که در پوش باشه روی یا سر پوش باشه روی اقتصاد ایران و اقتصاد ایران رو ببنده. خب اینم از برجام که بستگی داره. گفتم که آقای باقری کنی و آقای رئیسی و اینا کاره نیستن، باید گره دست آقای پوتین و آقای جو بایدنه، هنوز اینا به توافق کلی مثل اینکه نرسیدن، چون گفتم همینجا قضیه تموم میشه. باز اگه قراره که ایران دست از فعالیت هستش برداره، آمریکا یه جایی باز به روسیه و چین باش بده. حالا بس که صحبت از گرفتن باج دم توی دیروز خدمت هست یا پیروز گرفتن باج از آمریکا در زمینه اوکراین، اونا تا بزرگتر نکنن اینا در واقع صحبت ها به درد چیزی نمیخوره، وقت تلف کردن دنبال رفتنش هم بیخوده. اما در همین حال سفیر جمهوری اسلامی باز همین چند ساعت پیش در لندن
اعلام کرد که داره و مسائل و گرفتاری های اون 400 میلیون دلار بدهکاری انگلیس به ایران داره حل میشه. یعنی در قبل از انقلاب ایران یه 400 میلیون دلار پول داده بود که تانکای چیفتنی بگیره. بعد جمهوری اسلامی گفت نه نمیخوایم، و بعدش گفت میخوایم، و بعد انگلیس گفت نه حالا دیگه به شما نمیدیم، و چون ممکنه با سیاست خارجی و تهاجم شما در آینده ما مشکل پیدا روبرو بشیم، بنابراین تانکا رو که ندادن، هیچکی پولش هم ندادن. و در نتیجه نگاه میکنم مثلا همین آقای خانم زوغری الان 5-6 ساله تو ایران یا زندان، الان هم که از زندان اومده بیرون باز یه پرونده جدید برای ساخته و ممنوع خروجش کردن، یا اون آقای آشوری، اینا ایرانی های دو تابعیتی هستن که گروگانی 600 میلیون دلاره. از طرف دیگه به سفیر جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که قبلا قرار بود که دو سال پیش این پول بدن انگلیسا و این مسئله دو تابعیت ها حل بشه، ندادن، گفتن آمریکاییشون تحریم کردن نمیتونیم این پول بدیم، ولیکن الان دارن مثل که این کار میکنن. و اول گفته بودن بیاید مثلا ما براتون کارخونه میسازیم انگلیسا، گفتن یا مثلا در زمین کشاورزی براتون کمک میکنیم، جمهوری اسلامی گفته نه ما پول نقد میخوایم. حالا مثل این که الان سفیرم همینو گفت، آقا ما پول نقد دادیم، پول نقد میخوایم. خب تحریم های بانکی هم هر چیکار میکنن، یادتون اوباما چیکار کرد؟ 1.7 میلیارد دلار رو تو چمدون گذاشت تو هواپیما فرستاد ایران پول نقد. حالا انگلیسا گویا که قراره که همون کارو بکنن، 400 میلیون دلار رو چمدون بذارن و دست یکی از این آقایون بدن و ببرن دیگه. حالا اونجا بین خودشون و آقازاده ها و بزرگزاده ها و بعد عربا و این برابر تقسیم بکنن. البته این 400 میلیون دلار رو انگلیس ها بهرش نمیدن. از سفیر جمهوری اسلامی در لندن میپرسه آقا بهرش چقدر میشه؟ گفته نه بابا بهره نمیتونیم بگیم، اگه بخواست بهره بگیم میگه سر به میلیاردها دلار میزن. بابا 43 ساله پول دست ایناست، 400 میلیون دلار بهره 3% هم میگیرید، میدید چه خبر میشه؟ وقتی که ما زور نداشته باشیم، وقتی که کسی ما رو تحویل نگیره، اصلا مهم نباشیم صحنه جهانی، اینه که پولی که 43 سال پیش در مقایسه امروز شاید 10 برابر شده باشه اصلش هم نمیدن. اینم از این مسئله دیگه، هر روز نشون میده که چقدر ما ضعیف هستیم، چقدر در مقابل دنیا ما اصلا مکان و جایی نداره. بعد حالا جمهوری اسلامی از اون ور میگه آقا ما دنیا در مورد ما صحبت میکنن، دنیا رو ما به زانو در این آمریکای جهانخوار نمیدونم استکبار جهانی رو به همراه آمریکای جهانخوار از پا در آوردیم و ایران همه جا مهمه. آقا اگه مهمه خب نشون بدید، حقتونه بگیرید. نه حق اصلا بالاتر از حقه، شما به حقتون هم راضی، یعنی زیر حقتون هم راضی هستید، نمیتونید بگیرید به یک دهم پولی که الان باز مال ما باشه راضی هستید، نمیتونید بگیرید، نمیتونید که بابا مسئله داشتن مثلا فکر کنید که دانش هسته‌ای واقعا خب حق مسلم ماست، قبوله، ولی که دانش هسته‌ای شما خواهد چکا کنید؟ به خدا هر رژیم ملی و مردمی تو ایران بود هیچ کس کاری نداشت که انرژی هسته‌ای درست میکنن نمیکنن چیکار، کما که مثلا 50 سال پیش ما داشتیم نیروگاه اتمی بوشهر رو درست، هیچ اعتراضی هم تو دنیا نبود چون اطمینان داشتن به حکومت. وقتی به شما اطمینان ندارن، پس بنابراین انرژی هسته‌ای هم حق مسلم شما نیست، چون میترسن که شما هنوز بمب ندارید، میگن که نمیدونم یا حداقل ایرانی ها رو میدونم شما چقدر کشتید. حالا ادعای آمریکایی و اروپایی که شما بزرگترین تروریست جهان هستید من کاری ندارم، ولی که میبینم و دیدم توی این 43 سال چقدر آدم کشتید.
هر حال اجازه فرمایید که بریم و برگردیم و بساط روز و خبرهای روز با دوستان عزیزمون جناب آقای فؤاد پاشایی از حزب مشروطه و جناب آقای اردلان مقدم و جناح چپ مطرح کنیم نظرات این دوستان چی هست. با ما باشید. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. رستوران و سوپر یگانه. یگانه، یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استیونز کریک بولوار. تلفن 408-666-1229. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دی جی. تلفن 408-866-6400. برای زینت سفره‌های ایرانی خود دیگر نگران نباشید. ساده و خوشمزه، آماده و در دسترس، با کیفیتی باور نکردنی. انواع محصولات لبنی صدف برای سفره خانوادگی شما، برای مهمانی‌های بزرگ و کوچک شما، انواع ماست و موسیر، ماست و بادمجان، ماست و خیار و ماست و اسفناج. فقط یک بار امتحان کنید. محصولات صدف، نگین سفره‌های ایرانی. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم‌نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هوندا آکورد بدون پیشقسط ماهیانه 290 دلار در هوندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. بازار مدرن و شیک ایرانی فود آف لایف اینترنشنال در سن حوزه گشایش یافت. انواع خاربار، میوه و سبزیجات تازه، گوشت ذبح حلال، ساندویچ های گرم و سرد، خوشمزه ترین غذاها از آشپزخانه ایرانی و سرانجام انواع کباب ها با نان داغ از تنور همیشه روشن. فود بازار اینترنشنال در شهر کمبل. تلفن 408-292-2323. دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا. کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها. خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری. نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس: 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا.
تلفن تماس 408-241-3755. گلفروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشنهای نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. با سلام مجدد برمیگردم به خانه های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز و گرامی. خب مسائل روز میدونیم، مسائل که در هفته گذشته شاهدش بودیم، اتفاقاتی که افتاده، یکی سفر آقای باقری کنی به روسیه و در واقع همزمان با مذاکره تصویری صدایی جو بایدن با پوتین و از طرف دیگه مذاکرات وینه که البته اون سفر و اون مکالمه تصویری و صدایی دو رهبر بزرگ جهان بی رابطه با مذاکرات وین نیست، 100% در ارتباط بوده. اجازه فرمایید که از دوستانمون بپرسم که من معمولا این کارو میکنم، معمولا سعی میکنم از آقای فؤاد پاشایی که از جناح راست هست، حزب دبیر کل حزب مشروطه ایران هست، شروع میکنم تا به آقای اردلان فرصت بدم که بتونه در واقع جواب دست راست بده، دست راستی رو بده. بنابراین از همین روش با آقای فؤاد پاشایی شروع کنم. جناب آقای پاشایی با سلام خدمت شما. با درود خدمت جناب عالی آقای اردلان و همه بینندگانتون در سراسر جهان. ارتباط بین جمهوری اسلامی و اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه مثلا چیز تازه‌ای نیست. این مطلبی بود که خب همه ایران، کسایی که به ایران علاقمندن از سالیان سال دمایی صحبت میکنن، تمام دوابط اینجوری نشون میده، تمام ارتباطات اینجوری نشون میده. خود آقای ظریف جزو ما قبل اینکه دولتشون به اتحاد برکنار بشود، در اون مصاحبه معروفش به شفافیت و به روشنی وقتی در مورد به حساب صحبت کرد در مورد سپاه پاسداران، گفت که سلیمانی بدونی که ما اتیاداشوشون رفت و پوتین دستور گرفت، دقیقا لغت دستور رو استفاده کرد، رفت و پوتین دستور گرفت که در سوریه چه بکند و در سوریه چگونه رفتار بکند و بخش عمده یا در بتاپ مطالب که در مورد آمریکا یا امریکاتیتی دیگه هم وجود دارد، برای اینکه شما برای دستورش از اونجا میاد و از کرملین میاد. فراموش نمی کنیم که وقتی که چند ماه پیش رئیس مجلس آقای قالیباف همراه با یک تیم مذاکره کننده رفتن به موضوع، در اونجا حتی رایشون ندادن تو محل به حساب کرملین، همون دم در کرملین با اون باغبون ها و با اون به حساب کارگران دم خیابون عکس به یادگار گرفتن و برگشتن. خب اینم چون به خاطر بود که موقع هنوز به حساب فشار اتفاق و فشار بخش به تاپ توند رژیم بود که باید چگونه رفته باشه و در این زده بندهای میان به تاپ توندها و میان روها روسیه بازی میکنه برای منافع خودش. و حقیقتا این دارشعار غربی نه شرقی نه غربی سالیان سال است که در ایران بیمعنی شده و فقط حساب ما در این جمهوری اسلامی در کت اختیارات روسیه هست و در اختیار گذاشتن پایگاه های نیروی هوایی در غرب ایران هم یکی از اون مطالب بود که به طب دلازردگی و صدای بسیاری از میهن پرستان رو در آورد، حتی بسیار از میهن پرستان در مورد استقلال ایران در اون مورد به طب که حتی با خود قانون اساسی منحوس جمهوری اسلامی هم به طب متعاقد نمی کنه که بتونیم شما پایگاهی رو در اختیار نیروی خارجی بگذاری و اینها گذاشتن و این تمام اینها مجموع اینها نشان دهنده این است که
این ارتباطات بیش از آن است به مردم بگویم و بیش از آن است که روی دایره بیفته. و اگه بخوام در مورد صحبت کنم حقیقتا میشه ساعت ها در مورد ارتباطات اینها با هم دیگه صحبت کرد و آخر نشونش هم همین که شما الان اشاره فرمودید. ممنون جناب فاتح‌پاشی. آقای اردلان مقدم، نمیدونم شما چقدر با سیاست های کرملین نمیگم دمخور هستید، چقدر میپسندید؟ اگه طرفدار سیاست های کرملین هستید بفرمایید که این داستانی که الان ارتباطات تنگاتنگی هر روز بیشتر جمهوری اسلامی با روسیه داره چیه و به هر حال توضیح بده، خیلی ممنون میشه. و سلام خدمت شما و پاشایی دستان در کاران برنامه و بینندگان عزیز. من هیچ وقت طرفدار سیاست های کرملین نبودم، چه در اون زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود و چه زمانی که تبدیل به روسیه شد. من از این موضع مستقل چپ در ایران دفاع میکردم بر اساس منافع ملی ایران، نه منافع کشور ایران. در مورد روسیه باید بگیم که روسیه مدت هاست، خیلی وقته که با کارت ایران در سیاست جهانی بازی میکنه. این اولین بار نیست، آخرین بارم نخواهد بود. حتی در سیاست اتمی ایران از زمان شاه هم دخالت داشت. تنها نیروگاه اتمی ایران رو روسیه تقبل کرد که به شاه بده کمک بکنه. هیچ کدوم از کشور غربی این کارو نکرد، برای اینکه میخواست جای پای خودش رو باز بکنه در ایران، که البته هنوز همون نیروگاه به طور کامل راه نیفتاده. واقعا مسخره است که بعد از این همه سال، نزدیک 50 سال، هنوز این نیروگاه به بهره برداری نرسیده. که این نکته رو میرسونه که به قول معروف با تناب روسیه وارد هیچ چاهی نمیشه شد. در مورد صحبت‌های اول شما می‌خواستم یه توضیح عرض کنم. شما فرمودین که ایران مهم نیست در سیاست‌های، اتفاقا ایران بسیار مهمه در سیاست جهانی. این جمهوری اسلامیه که اصلا اهمیتی نداره. بله بله، منظورم این بود که واقعا این سیاست های جمهوری اسلامی در جهان جایی نداره، اصلا توجه نداره به این کارهایی که اینا، یعنی بخواد واقعا باش کنار بیاد. نمیدونم، بفرم، منظورم هم حکومت بود. درست بفرم. الان دفعه پیش من عرض کردم خدمتون که سرمایه‌دار جهانی دچار یک بحران عظیمی شده، سال هاست درگیر این بحرانه، که با فروپاشی شوروی، اتحاد جماهیر شوروی، این بحران الان به این حد رسیده که دو تا غول صنعتی دارن در جهان پدیدار میشن که از این جهان سرمایه‌داری سهمشون رو میخوان، روسیه و چین. حالا آمریکا و روسیه هر کدومشون میخوان که با کارت ایران بازی کنن اینجا. روسیه خب به خاطر اینکه یه مقداری تازه وارده توی این سیاست سرمایه‌داری جهانی و نفوذی هم در اروپا داره، سعی میکنه از این کارت بهتر از آمریکا استفاده بکنه، برای همین نفوذ بیشتری پیدا بکنه در ایران، از منابعش، از سیاستش استفاده بکنه تا بتونه ایران رو به سمت خودش بکشونه و بر اساس ایران از آمریکا و اروپا باج بگیره، امتیاز بگیره. حالا کسی که این وسط به اصطلاح کج فهمه جمهوری اسلامیه، که جمهوری اسلامی در این بین خیال میکنه که از اختلاف بین اروپا و آمریکا یا روسیه و آمریکا یا چین و آمریکا میتونه استفاده بکنه برای بزرگ کردن خودش، برای قدرتمند شدن خودش، در حالی که این کاملا خطاست. چون شما موقعی میتونید از این اختلاف اینطوری استفاده بکنید که خودتون یک قدرت باشید، یک چیزی باشید، در حالی که جمهوری اسلامی به قول شما چیزی نیست اصلا در سیاست جهانی، عددی نیست و یه بازیچه بیشتر نیست. در واقع قدرت های بزرگ هستن که دارن از کارت ایران استفاده میکنن و ایران نیست که داره از کارت اونا استفاده میکنه. و همونطور که شما به درستی اشاره کردین، روسیه در مسئله اوکراین مسلما میخواد از مسئله برجام استفاده بکنه، از آمریکا امتیاز بگیره. و اینجا باز خواهیم دید که اگر آمریکا کوچکترین امتیازی در اوکراین به روسیه بده، روسیه چطور پشت جمهوری اسلامی رو خالی خواهد کرد. و یا چین الان خودش با مشکلات بزرگی درگیره، مشکلات بزرگ اقتصادی. شما خودتون شاهدید الان تا به حال اکثر جنس‌های ارزون آمریکای شمالی، کانادا و آمریکا که بزرگترین بازار مصرف چین هستند، از چین وارد می‌شده، در حالی که الان هر کانتینری که
قبلا با مبلغ 6500 دلار می اومد به آمریکا و کانادا می رسید، الان شده هزینه‌اش 18500 دلار. درسته. یعنی از 3 برابر هم بیشتر شده و این هزینه روی قیمت جنس‌های چینی میاره، اقتصاد چین رو ضعیف خواهد کرد و اینها همه برنامه‌هایی که غرب واقعا ریخته تو اینا، ریخته برای اینها، برای روسیه هم برنامه‌ای داره. حالا باید ببینیم که فقط اینها چطور، آیا قدرتشو دارن که از این گرداب بیرون بیان یا نه. ممنون. دکتر خوبی رو اشاره کردی در مورد این حمل و نقل مخصوصا از چین به اینجا. حالا من چند تا کتاب داده بودم در چین چاپ بکنن، مثلا فکر کنید که یه سال پیش، مثلا وضع همینی که گفتی، حمل و نقلش مثلا 1000 دلار بود. الان یه کتاب دیگه دادم چاپ بکنن در چین، حمل و نقلش 3 برابر شده. خب من چیکار کردم؟ دیدم که اصلا خب این کتاب با این هزینه و با این شکل جور در نمیاد، مجبور شدم چیکار کنم؟ صفحات کتاب رو کم بکنم. بعد صفحات کتاب کم کردم، پولی که مثلا به چینی ها میدادم اگر 1000 دلار بود حالا شده 700 دلار و اون 300 دلار گذاشتم، بدانید که 300 دلار یا 400 یا 600 دلار حمل و نقل رفته بالا، در نتیجه درآمد چینی ها کمتر شده. یه چیز ساده ای که مثلا من دو کتاب دارم چاپ بکنم، نگاه بکنم نسبت به پارسال درآمد چینی ها از مثلا من که 1000 دلار میدادم ولی شده 700 دلار. مثال خوبی زدید، درست اینجوری دارن اینا رو زیر فشار میذارن. حالا جناب آقای فؤاد پاشایی بفرمایید که این سیاست در مذاکرات وین برای برجام چگونه نتیجه میده و این نتیجه به نفع جمهوری اسلامی هست یا نیست. دلم میخواد در مورد این بازی که الان هست نتیجهش رو پیش بینی کنید. میدونم جادوگر نیستید، جام جهان نمام جلوتون نیست، نظرتون رو بفرمایید. فقط طبیعی که در سیاست به خود شما جام جهان نما کار نمیکنه، ولی آنچه که میشه نگاه کرد اینه که طبیعی که روسیه نمیخواهد که ایران و آمریکا روابط نرمال و دوستانه برقرار کنن و اینکه آغاز روابط میتونه یواش یواش گسترده‌تر بشه و در زیر این به خصوص که ارتش ایران در گذشته ارتش آمریکایی بوده، ارتش به اصطلاحات آمریکایی به حساب کار کرده و برگشتن با شدن روابط، اینکه شاید دو مرتبه راه خرید هواپیماها به اصطلاحات آمریکایی باز بشه، خب طبیعیه که مدلاقه روسیه و چند مورد دیگه. در مورد مسئله خود دولت ایران میتونه به نظر من سپاه هم چندان مایل نیست، سپاهی که امروز به حساب اختیارات کشور دست شده آقای رئیسی چندان مایل نیست که همه چی به حساب برطرف بشه تحریم ها، بلکه تحریم هایی که راه های دزدی این هاست. در این حال به دلیل اینکه به نظر من مسئله جانشینی مجتبا مسئله جدید برای جمهوری اسلامی، برای اینکه خود اینها میدونن که خامنه ای همین انقریب رفتنی است، بعد پزشکیش از بعد سلامتیش اونها اصلا بیشتر خبر دارن، گزارشات که از پزشک ها میاد دکتر ها میاد همونها خبر دارن، هم مجتبا خبر داره و با هر ضرب وزوری که رهبر رو نگه داشتن بالاخره رفتن این آدم. به نظر من اصلا آمدن رئیسی طرحی بود که یعنی پروژه بود که کمک کند به مسئله جانشینی مجتبا، تمام مشکلاتی که به حساب رئیسی و اطرافیانش و بیسوادیش و ناتوانیش و به حساب فلج بودنش در کار اداره کشور وجود داشت، ولی بخری بود که به دلیل همین بیلیاقتی هاش میتونه در زمان معیری که خامنه‌ای از صحنه خارج میشه کمک کنه به این که مجتبا بتونه مسلط بشود بر کشور بدون اینکه رقیبی به عنوان رئیس جمهور در برابرش باشه، بدون اینکه رقیبی به عنوان رئیس جمهور بخواد جلوش بیسته، بلکه همیار رو خواهد بود. و همه این ترفندهایی که ما دیدیم ظرف سالهای گذشته، گاهی گذاری خبری پخش میشود که خامنه‌ای مرد، خامنه‌ای بزنم چکه کرد، خامنه‌ای بودنش بیرون و بعد از 2-3 روز معلوم می شود که نه اینا شایع بوده. اینا بیشتر می تونم بگم به جرأت که 80% این شایعات از طرف خود بیت رهبری و سپاه و اطلاعات سپاه میاد بیرون، برای اینکه ذهن مردم رو
به دروغ بودن این خبرها عادت بده و وقتی که این اتفاق بر خامنه‌ای میفته و خبرش بیاد بیرون، مردم تا 4-5 روز اونو به عنوان شایعه نگاه کنن و بعد به حساب مراجعه کنن با به ذهنشون دار یادتون یه دفعه قبل هم این گفتن و این دروغ بود، این دفعه هم دروغه، که مجتبی و تیمش فرصت بکنن که اوضاع کشور رو جمع و جور کنن، فرصت کنن که مخالفینشون رو به حساب اونا که لازمت بگیرن، اونا که لازمت به حساب به حذفشون کنن، اونا که لازمت رو دستشون رو کوتاه کنن که در رسیدن به مجتبی به قدرت صد دلقایشون نشه. و به همین دلایل سپاه چندان دلش نمیخواد که همه مشکلات برطرف بشود، که به حساب صدای مردم رو بلند کنه که امروز که تحریم ها نیست، پس چرا شما نمیتونید مشکلات ما رو برطرف کنید؟ چون تا به امروز هر اتفاق و هر مشکلی و هر بدبختی بود رو به حساب بی‌لیاقتی و بی‌عهدگی خودش رو دولت جمهوری اسلامی، دولت های جمهوری اسلامی به گردن تحریم ها میانداخت، ولی الان باید تحریم ها برطرف بشود، چنین مشکلی و چنین بهانه‌ای رو دست رژیم خواهد گرفت. به همین دلیل من معتقدم که در مجموع هم روسیه چندان میلی به این کار نداره، هم که خود دولت جمهوری اسلامی میلی به این کار نداره، ولی حتما تلاش خواهند کرد که فشارها بیشتر نشود، فشارها سنگین تر نشود و اون براشون خیلی اهمیت داره به نظر من. ولی مذاکرات همچنان در ادامه پیدا بشه و در ادامه باشد تا اینکه سر مردم گرم بشه. خیلی ممنون. ممنون آقای فؤاد خوشی. جناب علی ازتون چی؟ آقای اردلان مقدم، ببینید برگردیم تاریخ رو نگاه بکنیم. قبل از اینکه قیام بهمن در ایران انقلاب بیفته و شاه بره، اتفاق بیفته و شاه بره، میبینیم که ببینیم چه تغییراتی در منطقه رخ داد. در پاکستان ضیاءالحق کودتا میکنه و اوتو رو کنار میذاره. در ترکیه کنان اورن کودتا میکنه و حکومت نظامی برقرار میکنه، دمیرل رو کنار میذاره و حکومت نظامی برقرار میکنه. در یک فاصله کوتاهی بعد از اون در افغانستان کودتایی انجام میشه و کمونیست ها میان سر کار. در عراق حسن البکر به فاصله خیلی کمی بعد از قیام بهمن، حسن البکر به وسیله صدام کنار گذاشته میشه و حکومت رو تسلیم صدام میکنه. بعد انقلاب ایران تو این بحبوه اتفاق میفته. به انقلاب که نمیشه گفت، قیام بهمن ایران در اون بحبوه اتفاق میفته. حالا داره چی میگذره در جهان؟ افغانستان حکومتش به طالبان سپرده میشه بعد از 20 سال. یه حکومت مذهبی شدید واقعا فاشیست. در پاکستان طالبان پاکستان قد علم میکنه و امروز هم اعلام کردن که ما در پاکستان میخواییم حکومت طالبان رو برقرار کنیم. طالبان افغانستان هم این حرف رو زده. ولی پاکستان امروز با پاکستان زمان ضیاءالحق خیلی فرق میکنه. چون که پاکستان امروز پاکستان اتمیه. بسیار خطرناک تغییرش به نفع طالبان. همونطوری که چند سال پیش من مصاحبه یکی از رهبران طالبان پاکستان رو گوش میکردم، میگفت که ما با کسانی که به سلاح یعنی نیروهای ارتشی که به سلاح اتمی دسترسی دارن رابطه بسیار دوستانه‌ای داریم و میتونیم در موقع لازمه از این رابطه‌مون استفاده بکنیم و به سلاح اتمی پاکستان دست پیدا بکنیم. در ترکیه اردوغان وضع بسیار متزلزلی داره. الان دلار در ترکیه به بالای 13 لیر رسیده. در عرض 5 سال تقریبا میشه گفت 6 برابر یا 7 برابر، نزدیک به 6 و نیم برابر شده تقریبا در عرض 5 سال. یعنی همون روندی که دلار در ایران ادامه پیدا کرده و رفته بالا. در عراق تقریبا حکومتی که طرفدار ایران بود در دست ایران بود تا حدودی از دست ایران خارج شد. یعنی اوضاع داره باز نشون میده که یه تغییری بزرگی در منطقه داره اتفاق میفته و ایران همیشه آخرین جاییه که این تغییر درش اتفاق میفته. برای اینکه اگر ایران اول تغییر درش اتفاق میفته همه اونها متزلزل خواهند شد، تمام اون جمهوری ها، خصوصا اینی که این جمهوری هایی که از روسیه جدا شدن، اتحاد جماهیر شوروی جدا شدن، چون اینها از لحاظ فرهنگی
آمیختگی و رابطه بسیار نزدیکی با ایران دارن، فرهنگ ایرانی دارن و با حکومت ایران دارن. مثلا داستان مشهوری که میگفتن وقتی رفسنجانی رفته بود به تاجیکستان، اولین چیزی که ازش پرسیده بود رئیس جمهور تاجیکستان گفته بود نوار جدید گوگوش آوردیم با خودتون، نوار جدید گوگوش رو دارید؟ که تا این حد اونها حتی تا موسیقی ما تا خیلی با ما نزدیکن، بسیار نزدیکن در همه چیز ما. اگر حالا این اتفاق شدید اول در ایران بیفته و قابل کنترل نباشه، تمام منطقه به فنا خواهد رفت. از این لحاظ اینا تمام منطقه رو اول میخوان کنترل کنن، آروم کنن، رژیمایی که میخوان رو برقرار بکنن و بعد بیان سراغ ایران. در مورد اینی هم که آیا مجتبی میتونه بعد از خامنه بیاد سر کار، من اصلا همچی فکری نمیکنم. چون گزینه غرب از نظر من، گزینه که غرب داره انتخاب میکنه بیشتر به طرف اصلاح طلب هست. غرب نمیخواد در ایران انقلابی بشه، نمیخواد که تغییر عمده‌ای در ایران اتفاق بیفته و در ثانی نمیخواد که دوباره همین به قول خودشون اصولگراها در ایران بیان سر کار. از این لحاظ تمام نیروشون هم گذاشتن. الان شما اگه ببینید مطبوعات خارج از کشور، تمام تلویزیون‌های خارج از کشور در واقع مبلغ اصلاح طلب، سیاست اصلاح طلب ها شدن و خیلی از نیروهای اصلاح طلب به صورت خبرنگار و گزارشگر در اینها جا پیدا جا باز کردن. مرسی. نه این نکته آخرت که چقدر این اصلاح طلبات این مطبوعات خارج از کشور در دست گرفتن، اصلا حرف توش نیست، حرف توش نیست واقعا. از نه حالا دیگه نمیخوام اسم ببرم، عادت هم ندارم اسم ببرم، نمونه بدم، ولی همه میدونن. خیلی خب، بریم چند تا پیام بازرگانی ببینیم و برگردیم که ببینیم که این دلاره داره چیکار میکنه. آقای فؤاد پاشایی، آقای اردلان مقدم، آخر اگه شما میگید به نفع سپاس که این فساد بمونه، خب این وضع دلار اینا چی میشه؟ از چند تا پیام بازرگانی باید ببینیم و برگردیم در خدمتتون هستیم. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار، برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر، منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی، انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل، و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده از کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. رستوران و سوپر یگانه، یگانه یگانه محلی در سن حوزه که صبحانه، املت و هر روز حلیم و کله پاچه با نان سنگک داغ سرو می‌کند و هم ساندویچ های سرد و گرم در کنار شیرینی های ایرانی با قهوه و کاپوچینو. ضمناً کلیه مواد غذایی آشپزخانه کدبانوی ایرانی فراهم شده است. نشانی 3275 استرنس کریک بولوار. تلفن 408 666 1229. بازار مدرن و شیک ایرانی فود آف لایف اینترنشنال در سن حوزه گشایش یافت. انواع خاربار، میوه و سبزیجات تازه، گوشت ذبح حلال، ساندویچ های گرم و سرد، خوشمزه ترین غذاها از آشپزخانه ایرانی و سرانجام انواع کباب ها با نان داغ از تنور همیشه روشن. فود بازار اینترنشنال در شهر کمبل. تلفن 408 292 23 23. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هوندا آکورد بدون پیش قسط ماهیانه 290 دلار در هوندا آف هالیوود. اتومبیل فورد فور ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد.
برای تهیه بهترین اتومبیل ها هوندا، نیسان، فورد، انفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن‌حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال و شنبه شب ها به همراه موزیک زنده و دیجی. تلفن 408-866-6400. برای زینت سفره‌های ایرانی خود دیگر نگران نباشید. ساده و خوشمزه، آماده و در دسترس با کیفیتی باور نکردنی. انواع محصولات لبنی صدف برای سفره خانوادگی شما، برای مهمانی‌های بزرگ و کوچک شما، انواع ماست و موسیر، ماست و بادمجان، ماست و خیار و ماست و اسفناج. فقط یک بار امتحان کنید. محصولات صدف، نگین سفره‌های ایرانی. گلفروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گلها، جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن. حالا صحبت بر سر اینه که بهبود و اوضاع احوال به نفع سپاه پاسداران نیست، تحریما برداشته بشه به نفع سپاه پاسداران نیست. ولی که من یه گزارشی تو همین برنامه ارائه کردم که بر اساس اون خیلی ممنونم. من معتقدم که سپاه در شرایط موجود از تحریم ها استفاده به حساب به نفع خودش میکنه، برای اینکه وقتی تحریم ها هست یعنی اتفاقات معاملات از طریق بانک انجام نمیشود. وقتی تحریم ها هست یعنی شما برای معاملاتی که میکنی نمیتونی در بانک ها به رسمی حساب باز کنی و طریق بندی بیشتری تحریم معاملات بعد طریق نقد انجام میشه. همون اتفاقی در مورد آقای جزایری افتاد، آقای احمدی نژاد و اینها مقدار زیادی پول هنگفت بی حساب در اختیار احمد به حساب اون جزایری گذاشتن به عنوان در حقیقت طرف واسطه‌شون در این معاملات، چه کشتی های به حساب نفتی، چه پول های نقد در اختیار اون آدم گذاشتن که او برایشون شرکت های سوری باز کنه و به حساب اجناسی لازم داشته بخره. و بعد دیدیم که چه دزدی های توش انجام گرفت و چه دزدی هایی در بعد در دعوای های داخل رژیم او رو گرفتن. ولی خب طبیعتا با اونجا که کار ختم میشه، جزیره میگیرن، جزیره های دیگری به حساب زنده میشن، سلطان سکر میگیرن، سلطان های دیگری زنده میشن، سلطان ماشین رو میگیرن، سلطان های دیگری به حساب زایده میشن در جمله اسلامی، چون سیستمی است که با فساد آغشته است. و یکی از به حساب عمده ترین روش هایی که شما میتونین فساد رو در کشور به خصوص در مسئله مالی به لطنه بزنی و ببینیش اینه که شما معاملاتتون بانکی باشه، یعنی همه چی در یک سیستم بانکی رکورد بشه، ضبط بشه و هر وقت به حساب خواسته بشه به اون دست بخواه. و وقتی معاملات همه طور کش انجام میشه، وقتی که به حساب وزارت نفت به هیچ کسی، به هیچ دولتی اطلاعی نمیدهد که من چرا و چگونه نفت میفروشم، طبیعی است که خب در این همچین کشوری فساد گسترده بشه و شفاف شدن به نفع هیچ کس به خصوص سپاه و به خصوص دولت موجود نیست. مثلا به آقای امیرخان بفرمایید در شرفش. همونطور که فرمودین سپاه پاسداران از این فرصت حد اکثر استفاده رو میکنه، نه فقط برای نفع خودش بلکه بر علیه جناح مقابل.
چون اونها هم از این فرصت میخوان استفاده بکنن، اصلاح طلبان میخوان از این موقعیت استفاده بکنن که دولت کنترلی رو اوضاع نداره، اونها بتونن خودشون رو تثبیت بکنن، از نیروهای تثبیت خودشون در خارج از کشور استفاده بکنن. ولی الان سپاه با این دلش میخواد از این موقعیت استفاده بکنه، زیاد فرصت مناسبی نداره، چون این تحریم ها در واقع برای سپاه نیست که درست شده، برای منفعت بردن سپاه نیست که درست شده. این تحریم ها ایجاد که میشه با قیمت دلار رو به طور وحشتناک میبره بالا، همونطور میبینیم در ترکیه هم رفته بالا. وقتی قیمت دلار میره بالا، فرصت سرمایه گذاری برای سرمایه داری خارجی خوب میشه، خارجی ها به راحتی میتونن بیان سرمایه های خودشون بذارن، دلارشون چندین برابر بشه، استفاده بکنن و در فردای روزی که رژیم عوض بشه، کارگرای بیچاره ایران بایستی که قبول بکنن که با مثلا اگر در زمان احمدی نژاد دلار بود 1000 تومان یا 3000 تومان و قیمت حقوق اینها مثلا اگه 3 میلیون بود میشد 1000 دلار، الان میشه 300 دلار، 200 دلار، 150 دلار. خب این به ضرر کارگرای ایرانه، ولی ایران رو تبدیل میکنه به یک بازار کار ارزان برای سرمایه‌داری خارجی، که این حد اکثر سوء استفاده‌ای که خارجی‌ها میتونن از این جریانات بکنن و دارن میکنن، و برای همین این تحریم‌ها رو نمیخوان بردارن، میخوان فشار بیشتری روی کشور بیاد، نه روی جمهوری اسلامی بلکه روی کشور، روی مردم، روی طبقه کارگر، که مجبور بشن اینها اولا انقلاب نکنن، چون با شکم گرسنه انسان به تنها چیزی که فکر میکنه نون شبشه، نه انقلاب، نه حرکت سیاسی. انقلاب نکنن و مجبور بشن که هر سیاستی که سرمایه‌داری جهانی در ایران اعمال میکنه برای بازار کار ارزان به صدا تقبل کنن و قبول بکنن که با هر قیمتی و تحت هر شرایطی کار بکنن. اردلان معذرت خواهم، من چون تصویرم وجود نداره به صورت زنده، چون اینترنت ما رفت و هنوز تکنولوژی مثل که اشکال داره. به هر حال بذارید آخرین سوالم خیلی سریع، ما همش 2 دقیقه وقت داریم، یک دقیقه فواد پاشایی میپرسم که الان اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه و اساس اظهارات راسخ و بسیار محکم اقتصاددانان دلار به 50,000 تومان میرسه، در حالی که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه دلار یه ذره بالاتر 18,000 تومان میشه، به نظر تو شما جمهوری اسلامی و سپاه آمادگی 50,000 تومان داره یا 18,000 تومان میخوان؟ به نظر من برای سپاه چندان فرق قیمت دلار نمی کنه، چون اینها میدونن که در ببین شما اگه دقت کرده باشین این دفعه سالهای گذشته جمهوری اسلامی چرا این همه بایتاب در اداره کشور ناتوانه؟ چون هیچ برنامه دراز مدتی نداره، چون هر دو کسی که روی کار میاد، هر وزیری که روی کار میاد، هر دولتی روی کار میاد، برنامه هاش کوتاه مدته. شما تا به حال ندیدید مثلا جمهوری اسلامی برنامه کشاورزی یا آبیاری یا پروژاش مثلا 15-20 ساله باشه، بیشتر پروژه اینا 5 ساله، 3 ساله، 2 ساله، و حالا که خب یه همشه هاش داریم مثل 6 ماه این حرفا، چون به بودنشون چندان اطمینانی ندارن، رو پروژه دراز مدت کار نمی کنن، پروژه هاشون کوتاه مدت هست و همه تا فکر میکنن که خب بالاخره ما 2-3 سالی که هستیم چقدر گیرمون میاد و چقدر میتونیم به حساب در تفاول استفاده کنیم، و همین دلیل است که براشون قیمت دلار فرقی نمی کنه. هر چقدر دلار بیشتر بشه یا کمتر بشه، داخل که نمیخوان به حساب هزینه ها رو پرداخت کنن، و برای اونها فرق نمی کنه. برای آدمی که فرمانده سپاهی که دم خونه از 6 تا پرش خوابونده فرق نمیکنه دلار 30,000 تا باشه یا 40,000 تا یا 50,000 تا، برای کارگری فرق میکنه که نون شبشو نداره بخوره، امروز با تختی 2 تا تخمر میخره ولی دلار یه روشو فردا باید 1 تخمر بخره، برای اون فرق میکنه. برای فرماندهان سپاه که میخوان پول بدوزن و تلمبار کنن و الان برای زندگیشون به اندازه کافی میلیاردها دلار دارن توفیقی به نظر من نمیکنه. به هم دلیل هر چقدر بلبشوتر، هر چقدر که بهتر به هم بیختر. چرا؟ چون حتی اگه بینها پول بدن نمیتونن کشور اداره کنن. حتی شما فرض کنید مثلا میگم حالا انگلستان یا اروپا یا آمریکا
بیاد مثلا 10 میلیارد هم مثلا بین آزاد کنه، نه 50 میلیارد هم آزاد کنه، اتفاق نمیفته. سوراخ‌هاشون در نظر مالی به قدری گسترده است که اون 100 میلیارد و 50 میلیارد ظرف یک ماه سوراخ رو پر میکنه و بعد دو مرتبه روز در دو روزی از نام. من معتقدم جمهوری اسلامی به نقطه رسیده است که دیگر قابل کنترل نیست، نه تحریمش، نه به حساب تورمش، نه بر رفتن قیمتهاش، نه قیمت دلارش. و دلار خواهیم دید که به 50,000 تومان هم به راحتی خواهد رسید تا چند ماه آینده. خیلی ممنون، مرسی. وقتی که نداره متاسفانه برای آقای اردلان مقدم، بدین ترتیب من از هر دو آقایون سپاسگزارم که باز یک بار دیگه در جمعه با من و با تماشاگران عزیز تلویزیون ملی پارس بودن. سپاسگزارم از دو کارگردان ورزیده تلویزیون پارس، امیر شهرتی و سی حکیمزاده، که اگر اشکالی هست به دلیل اینترنت منه نه از این آقایون. و یک سپاس دارم، سپاس بیکران، و یک درود دارم، درود بی پایان بر ایزد یکتا که به ما جان داد تا فدا ایران کنیم. شبتون خوش.